ای اهل ایران، چشم را بگشایید و گوش را باز کنید و از تقلید نفوس متوهمه که سبب اعظم ضلالت و گمراهی و سفالت و نادانی انسان است، مقدس گشته به حقیقت امور پی برید و در اتخاذ تشبث به وسایل حیات و سعادت و بزرگواری و عزت خود بین ملل و طوایف عالم بکوشید. در سن 31 سالگی عبدالبها به خواسته پدرش بهاءالله که شارع آیین بهایی باشه یک رساله نوشت به اسم رساله مدنیه که در مورد بازسازی ایرانه، یکی از اولین آثارش در مورد ایرانه. هدف تبلیغ دیانت بهایی نبوده یا دیانت بابی، هدف به طور کلی معرفی حضرت بهاءالله و یا احکام و تعالیم به طور مستقیم حضرت بهاءالله نبوده، بلکه کمان که در خود اون کتاب نوشته میشه، در اوائل اون کتاب جهت پیشنهادی به مردم دنیا خصوصا مردم ایران بوده. یعنی چی؟ اولش که مخاطب این اثر بوده هم ناصرالدین شاه در اون موقع به عنوان پادشاه ایران و بعد وزیران و علما و مردم عادی، و بسیاری از مسائلی که اون موقع در مورد مدنیت، در مورد تجدد، در مورد بازسازی یا مورد نقد و انتقاد بود یا مورد به اصطلاح سوال بود، عبدالبها به میان آورد، اونها رو به چالش کشید، اونهایی رو که به نظرش می اومد پوچ هستن و منشأ اونها تعصبات هستش، اونها رو نفی کرد. و مثلا اینکه تجدد بر ضد دیانته و اگر ما تجدد رو بپذیریم باید طبعا پا روی دیانت بذاریم، عبدالبها این رو کاملا رد کرد و صحبت از این کرد که باید تجدد در دیانت بشه و اینکه ما باید افکارمون رو اینکه دیانت چی هستش و اون دیانت باعث چه تحولاتی در جامعه قرار بشه، باید افکارمون رو در مورد دیانت عوض بکنیم. بعد از 7 سال برای اولین بار این کتاب همراه کتاب مستطاب ایقان که یکی از بزرگ مهمترین آثار است بهاءالله هست، این دو اثر همزمان برای اولین بار و به عنوان اولین کتاب‌های چاپی این آیین در هندوستان چاپ میشه. وقتی این در هندوستان چاپ میشه برای اولین بار به ایران میاد. به ایران میاد، اسم این کتاب یا اسم این اثر بوده اسرار الغیبیه لاسباب المدنیه. به این اسم مشهور بوده. بعداً این مشهور میشه به رساله مدنیه. این در ابتدا سالهای سال دست به دست میگشته، اسرار الغیبیه لاسباب المدنیه. حالا اسم این خیلی جالب هست که چرا این چنین اسمی داشته. ما اگه دقت بکنیم ببینیم که اسرار غیبیه یعنی اون پیشنهاداتی هست که از طرف یا دو معنی داره، یا یک شخص غیبی یعنی یک شخص ناشناس به یک معنا، به یه اعتبار دیگه یعنی اسرار الهی، اسراری که یک جنبه معنوی و روحانی داشته، اسرار الغیبیه لاسباب المدنی یعنی برای تمدن بشری یا اسباب بشری این مشهور میشه و دست به دست میگشته. برای همین این مدت ها وقتی میگشته هیچ کس هم، همه استفاده میکردن به خصوص طبقه روشنفکران و متفکرین اون زمان، تا زمانی که مشخص میشه این خبر به یک صورتی شایعه میشه که بله این اثر حضرت عبدالبها است، یا در اون زمان میگفتن اثر عباس افندی هست. تا وقتی این رو متوجه میشن نه تنها دیگه دست به دست این رو نمیگردونن که کسی بخونه، حتی کسی اذعان نمیکنه که اصلا همچین کتابی دیده یا خونده یا بهش توجهی کرده.
که مبادا یک نسبتی بدن که بله شما هم جزو چنین گروه یا شما هم بهائی هستید یا بابی هستید یا جزو همچین گروه هستید. رساله مدنیه در زمانی نوشته می شود که اندیشه اجتماعی و سیاسی در میان ایرانیان در حال زایش و ظهور است. اندیشه‌ای که در عین تمایل به پیشرفت دستخوش تناقض و کاستی های نیز هست. با وجود اینکه عبدالبها دیانت و سیاست رو جدا میدونست، ولی میگفتش که مدنیت باید دست به دست، مدنیت به اصطلاح سیاسی با مدنیت الهی باید جلو بره، چون انسان ها روحشون، ذاتشون، ضمیرشون احتیاج به آبیاری هم داره. عبدالبها مثلا این رو که یا غرب زدایی بکنی، بگی که هیچی از غرب نباید بیاری، ما باید همه چی اون باید خودجوش باشه، این رو هم رد کرد. میگفتش که عالم انسانی یک پارچه است، یک واحده. شما اگر در یک جای دنیا یک به اصطلاح تکنولوژی، یک مرام، یک چیزی رو به اصطلاح اتخاذ کرده یک جامعه، نه اون که کورکورانه قبول بکنی، ولی اون رو هم میتونی وارد به اصطلاح از وارد بحث تجدد بکنی. حضرت عبدالبها صحبت از یک فرهنگ جدید و تمدن جدیدی میکنه. نکته بسیار قابل اهمیت این است که بحث حضرت عبدالبها از فرهنگ و تمدن جدید یک معنی جدیدی میدن. که یعنی چی تمدن جدید؟ یعنی چی یک فرهنگ جدید؟ و اون عبارت از این تمدن جدید عبارت از دو ستون داره. یک ستون اول این است که این بسیار جنبه معنویت هست و دوم جنبه مادیت. تمدن معنوی باید هماهنگ و متقارن باشه با تمدن مادی، یعنی بر معنوی و مادی هر دو باید با هم جلو بره. یکی از گرفتاری هایی که در دنیا ما داریم میبینیم این است که همه به فکر پیشرفت در مسائل مادی دنیا هستند و مسائل معنوی رو برای فقط کلیسا، کنیسا، مسجد و یا معابد گذاشتن. برای تفسیر یا تعبیر یا بینش جدید از عبدالبها این است که این دو با هم باید به جلو بره، پیش بره، هماهنگ بشه. نگاهی به رساله مدنی نشان می‌دهد که همه این رساله از آغاز تا به فرجام کوششی است که انقلابی اخلاقی و معنوی را در ایران تشویق نماید و رشد و پیشرفت ایران را تنها از این طریق امکان پذیر می‌یابد. پیشرفتی که نیازمند بازسازی نهادهای سیاسی، اقتصادی، قانونی و فنی همه جانبه است. اما سرچشمه این تحولات پیش از هر چیز تحولی اخلاقی و دینی و فکری است. دو گروه رو از عبدالبها در اینجا شروع کردن با مورد بحث قرار دادن و نقد کردن. یکی گروه به اصطلاح سنت گرایان هست که معتقدند که اگر ما به غرب رجوع بکنیم و استفاده بکنیم از غرب، فکر میکنن که دیانت اسلام برباد رفته. میدونیم که در 1875 که عبدالبها رساله مدنیه رو به درخواست پدرش نوشت، جو ایران یه جو تجدد و بازسازی بود. بسیاری از متفکرین ایران، میرزا آقاخان کرمانی و میرزا ملکم خان و غیره، آثار بسیاری نوشته بودند در مورد تجدد ایران. اون جو اقتضا می‌کرد که پادشاه ایران هم یه عکس العملی بهش نشون بده، چه قلبا به اون به اصطلاح ایمان داشت چه نداشت. به اصطلاح ناصرالدین شاه هم به اون جو تجدد نظر خودش رو، نظر مثبت و حمایت خودش رو نشان داده بود. بحث دیگر از تبار روشن فکران غیر مذهبی هست. یعنی اینکه میگویند که روش وقتی اگر ما بخوایم روشن فکر باشیم، یعنی اینکه ما دیانت رو به طور کلی باید بگذاریم کنار. اصلا دین هیچ جایی در جامعه نداره. و این رو
روشنفکران غیر مذهبی است. از تبلو این رو هم نقد میکنند. هیچ ایرادی این وسط ما شاید نتونیم به عبدالبها بگیریم، چون همه رو به اصطلاح در بوته امتحان قرار داد. گفت اگر واقعا مرد این میدان هستید، راه تجدد اینه. زبانی که استفاده کرد زبان نقد بسیار ملیحی بود و زبان تشویق. خب این باعث شد که مقادیر زیادی از متفکرین بتونن، چون بدون نام ذکر نام و اینا بود، بتونن این رساله رو بخونن. دو اثر عبدالبها درباره اصلاح و بازسازی ایران که در زمان پدر و به امر ایشان نگاشته شد، هر دو به گونه گمنام، یعنی بدون ذکر نام نویسنده به قلم آمدند. کتاب مقاله شخصی سیاح و رساله مدنیه. شاید بتونم بگم تنها علت اصلی که از عبدالبها اسم خودشون رو نذاشتند برای نویسنده این کتاب، که اسم از عبدالبها باعث این نشه که دیگران نیان و این کتاب رو بخونن. یعنی با خیال راحت بدون اینکه بخوان اسم خودشون رو ترویج بدن یا پروموت بکنن، یا بدون اینکه بخوان اسمی در کنن یا مشهور بشن یا به اصطلاح مطرح باشن در ایران، فهمیدیم ما به این کارا کاری نداریم. البته به زودی زود مشخص شد که صاحب این اثر عبدالبهاست، و چون عبدالبها به همراه پدرش زندانی ناصرالدین شاه بود، چون اسیر پادشاه ایران و پادشاه عثمانی بود، چون مردود علما بود، چون به اصطلاح عبدالبها هدف تیر نفرت پراکنی تمام علما در ایران بود، واقعا یک تعصب و یک سد بزرگی بود وقتی که مردم ایران با اون شستشوی مغزی که در به اصطلاح در قرن 19 هم خیلی راحت میتونستن مردم بدن، چون درصد سواد زیر 2% بود در زمان عبدالبها در ایران، این پیام عبدالبها به اون صورت که باید و شاید در ایران اون تأثیری که در بیرون ایران گذاشته رو نداشت. شاید یه جوری بتونیم بگیم که تا امروز هم همونه، چون اون جو نفرت پراکنی، جو تعصب، جو به اصطلاح دروغ پراکنی، اینا هنوز ادامه داره. در یکی دیگه از بحث‌های از عبدالبها که جزء محتویات این هست، از عبدالبها مثال میزنن از گذشته ایران، بحث مفصلی میکنن که ببینید به گذشته خودتون نگاه بکنید که چه گذشته درخشان ایرانیان چقدر پیشرفت کرده بودند، چقدر به اصطلاح صاحب ترقیات بسیار خیره کننده ای شده بودند. به اون توجه از این طریق استفاده بودند تشویق میکنند مردم ایران رو، به خصوص علما و سران ایران رو و به خصوص همگان رو، که ببینید گذشته بسیار درخشانی داشتید، میتونید اون درخشانی، اون گذشته رو هنوز داشته باشید و ادامه بدید و به درجات بالا و بالاتر هم برسید. اصل بحث از عبدالبها در سفراشون، اصل از عبدالبها در این رساله همین است، در رساله مدنی. این تا مردم درست نشن، تا رستاخیز فکری پیدا نکنن، دنیا درست نخواهد.